سالگرد قیام کبیر آبان در اشرف سه با یاد شهیدان. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران در نخستین سالگرد قیام. بیش از 152,900 نفر آمار جانگداز قربانیان کرونا در 465 شهر. کرونای ولایت، بحران کمبود جا در گورستان ها. خبرگزاری آسوشیتد پرس. بهشت زهرا از بزرگترین گورستان های جهان امروز دیگر توان دفن کشته شدگان ویروس کرونا را ندارد و از نفس افتاده است. سیلاب و آب گرفتگی در خیابان‌های اهواز. اهواز در خطر غرق شدن. اخبار انتخابات آمریکا. تعیین تکلیف آرای آریزونا به سود بایدن. تبریک پاپ فرانسیس و دولت چین به بایدن. موضع‌گیری آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا در مورد اینکه انتخابات انجام شده امن‌ترین انتخابات طول آمریکا بوده و شواهدی از تقلب وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران یک حکومت دزد سالار است و به توسعه برنامه موشکی خود ادامه می‌دهند. وزیر دولت انگلستان در امور خاورمیانه: نقض مداوم تعهدات برجام از سوی رژیم ایران عمیقا نگران کننده است. الیوت آبرامز: تحریم ها علیه نقض حقوق بشر و برنامه موشکی و دخالت رژیم ایران ادامه خواهد یافت. فاجعه کرونا در ایران. آمار جانگداز قربانیان در 465 شهر از 152,900 نفر بیشتر است. دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه بیش از 500 نفر مبتلای جدید در استان شناسایی و بیش از 20 نفر فوت می کنند. دانشگاه پزشکی اصفهان: 50 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته جان باختند. دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی: تعداد بستری‌های بیماری کرونا 1652 نفر هستند
که 301 نفرشان در آی سی او هستند و 89 نفر به ونتیلاتور متصل هستند. تعداد کل فوت شدگان به 2286 نفر رسیده که روند افزایشی آن بسیار خطرناک است. دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24 ساعت گذشته 41 بیمار کرونایی فوت کردند و شمار جان باختگان به 1482 نفر رسید. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز جمعه 23 آبان 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 465 شهر از 152900 نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 5617 نفر، در آذربایجان شرقی به 4734 نفر، در البرز به 4210 نفر، در اصفهان به 8585 نفر، در ایلام به 1320 نفر، در تهران به 37241 نفر، در خراسان رضوی به 11390 نفر، در خراسان شمالی به 2503 نفر، در خوزستان به 8760 نفر، در فارس به 4160 نفر، در قزوین به 1570 نفر، در کردستان به 2730 نفر، در کرمان به 2555 نفر، در گیلان به 5421 نفر، در لرستان به 6505 نفر، در مرکزی به 2790 نفر، در همدان به 3940 نفر و در یزد به 2625 نفر رسیده است. در البرز رئیس شورای کار البرز گفت اگر نتوانیم زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کنیم در ماه‌های آینده با مشکل روبرو خواهیم شد. با ورود به آذر ماه و پس از آن زمستان پیش بینی می شود شرایط بدتر شود. در حال حاضر کادر درمان بیمارستان ها به شدت خستند و با وجود آن که پیشنهاد استخدام 3000 پرستار و اضافه شدن نیروهای جدید مطرح شد و اقدام بسیار خوبی در این شرایط بود، اما معتقدم که جوابگو نیست. بیمارستان ها از بیماران کرونایی پر شده و چند هفته است که آمار مرگ و میر از 450 نفر پایین نمی آید. در اصفهان بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی 1700 مبتلای جدید به جمع بیماران کرونایی اضافه شده. در همین مدت با فوت بیماران بدحال 43 خانواده داغدار شدند و 402 نفر هم به سختی نفس می کشند و سرنوشتی نامعلوم برای ماندن یا رفتن دارند. دانشگاه علوم پزشکی کاشان هم در 24 ساعت گذشته در حالی 74 نفر را بستری کرد که مجموع بستری شدگانش 7 نفر فوت کردند. در فارس مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت 1873 بیمار کرونایی در استان بستری هستند که یک رکورد جدید است. حال عمومی 300 نفرشان وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. شب گذشته تعداد 36 نفر هم استانی‌های من را به واسطه کووید 19 از دست دادیم و آمار جانباختگان به 1846 نفر رسید. در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت تعداد بستری ها در آذربایجان غربی به 1652 نفر رسیده. تعداد بستری شدگان در آی سی یو نیز 301 نفر است که از این تعداد 89 نفر به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند. تعداد کل فوت شدگان در استان به 2286 نفر رسیده که روند افزایشی آنان بسیار خطرناک است. در آذربایجان شرقی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گفت روزانه بیش از 500 نفر مبتلای جدید به کرونا در استان شناسایی می شود. متوسط فوت روزانه بیماران کرونایی بیش از 20 نفر در روز است. در خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی گفت تا
گربت جام از وضعیت قرمز خارج شده و در وضعیت سیاه قرار گرفته است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در منطقه جام 360 نفر از کادر درمان و بهداشت گرفتار بیماری کرونا شدند. و در کرمان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی از ثبت 41 مورد فوت بیماران مبتلا به کرونا در استان طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت مجموع جانباختگان در کرمان از ابتدا تا کنون 1482 نفر است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 23 آبان 1399. کرونای ولایت، بحران کمبود جا در گورستان‌ها. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا و توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. خبرگزاری آسوشیتد پرس 21 آبان 99. بهشت زهرا از بزرگترین گورستان‌های جهان امروز دیگر توان دفن کشته شدگان ویروس کرونا را ندارد و از نفس افتاده است. این با بالا گرفتن بحران ناشی از ویروس کرونا است. شمار اجسادی که روزانه به این گورستان منتقل می شود دو برابر افزایش یافته، به طوری که قبرکنان بی وقفه سرگرم حفر کردن زمین برای احداث هزاران قبر جدید هستند. 1,600,000 نفر در زمینی به مساحت 5 کیلومتر مربع در بهشت زهرا دفن شدند. بر اساس آمار رسمی تا کنون دست کم 40,000 نفر در اثر ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و حدود نیمی از این کشته شدگان فقط مربوط به تهران بوده است. در بهار گذشته مقامات اعلام کردند که 15,000 قبر جدید در گورستان بهشت زهرا آماده خواهد شد که نسبت به سالهای معمولی گذشته قریب 5,000 قبر بیشتر است. در هر قبر 3 جسد جای داده می شود. روشن نیست در سایر گورستان‌های ایران چه می گذرد. در ماه مارس مقامات فردی را در قم که از تعدادی جسد که در کیسه های سیاه پوشانده بودند فیلم گرفته بود دستگیر کردند. تصاویر ماهواره‌ای سپتامبر گذشته از افزایش بی سابقه قبرهای جدید در بهشت زهرا خبر می دهند که هر کدامشان قادرند 3 جسد را در خود جای دهند. این افزایش رقم فشار سنگینی بر کارکنان گورستان وارد آورده است. در روز بین 150 تا 170 متوفا ما ورودی داشتیم، اما در این روزها در روزهای پیک تا 350 تا هم ورودی داشتیم و این یک عدد واقعا سنگینیه. الان میانگین من خودم تنها شاید روزی نزدیک به 25 تا 30 تا بخونم. بله تنها شما زیادی، ما الان شاید 11 12 نفریم. میخوام حساب کنیم از نفری 25 30 تا ما بخونیم خیلی میشه. و الان ارواح التي حلت بفنائك امان جهان را نترانی. اینکه تمام بحران‌هایی که در طول 50 ساله در بیزرا داشتیم در عرض 1 روز، 2 روز، 3 روز نهایتاً 1 هفته جمع شد، اما الان ما 260 روز هست که در بحرانیم. معلومم نیست که چند ماه دیگه در بحران بمانیم. سایت حکومتی عصر ایران: 70% قبرهای آماده متعلق به فوت شدگان ناشی از کرونا هستند.
سنف سنگتراشی قبر رونق خیلی زیادی گرفته و شاید روزی نباشد که مراجعه کننده ای برای سفارش سنگ قبر نداشته باشد. حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای حکومتی شهر تهران: ظرفیت بهشت زهرا به طور کلی تکمیل شده است. میزان مرگ در تهران نسبت به پیش از شیوع ویروس کرونا افزایش 100% داشته است. برنامه ریزی ها جهت ایجاد 3 آرامستان جدید در پایتخت آغاز شده است. شاهد اینی از سنندج: قطعه 11 بهشت محمدی سنندج مخصوص دفن فوتی های کرونا است. 2 ماه پیش 2 تا 3 تا قبر بیشتر نبود. الان قطعه جدید پر از کرونایی ها شده است و گورهای جدید حفر کردند. رئیس حکومتی مرکز بهداشت استان خوزستان: مرگ و میر نیز افزایش می‌یابد. اگر هم بیماری را سانسور کنیم، گورستان را نمی‌توانیم سانسور کنیم و مرگ‌ها قابل مخفی کردن نیستند. اخبار انتخابات آمریکا. خبرگزاری رویترز گزارش کرد مؤسسه ادیسون روز پنجشنبه پیش بینی کرده است جو بایدن رئیس جمهور منتخب آریزونا ایالت مورد مناقشه را پیروز خواهد شد، که این ضربه دیگری به تلاش چالش برانگیز پرزیدنت دونالد ترامپ برای چرخاندن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر است. کارزار ترامپ به طور مجزا شکایاتی علیه شمارش در ایالات نموده، اما شماری از آنها رد شده است. کارشناسان قانون گفتند که دعوی شانس کمی برای تغییر نتیجه انتخابات دارد و مقامات انتخابات ایالت گفتند که هیچ مدرک جدی دال بر اختلالات یا تقلب نمی‌بینند. در ادامه پیام‌های تبریک به جو بایدن، پاپ فرانسیس و وزارت خارجه چین به وی تبریک گفتند. به گزارش رویترز، تیم انتقال بایدن طی بیانیه اعلام کرد: جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز پنجشنبه با پاپ فرانسیس صحبت کرد. بایدن از پاپ و از دعا و تبریکات او تشکر کرد. بایدن به پاپ گفت: خواهان همکاری با یکدیگر در موضوعات مختلف از جمله مراقبت از فقرا، محیط زیست و استقبال از مهاجرین و پناهندگان است. آسوشیتد پرس گزارش داد سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما به انتخاب مردم آمریکا احترام می‌گذاریم و به آقای بایدن و خانم هریس تبریک می‌گوییم. وی افزود: همزمان این نتیجه طبق قانون و پروسدورهای آمریکا مورد تایید قرار خواهد گرفت. آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا وابسته به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده و همچنین شورای هماهنگی انتخابات آمریکا با انتشار بیانیه‌ای که به امضای مقامات فدرال و ایالتی آمریکا رسیده است اعلام کردند: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر 2020 امن‌ترین انتخابات در طول تاریخ آمریکا بود است. در این بیانیه همچنین گفته شده است هیچ شواهدی از حذف سیستم رای‌دهی، آرای گم شده، آرای تغییر یافته و یا هر گونه از دستکاری وجود ندارد. وال استریت ژورنال با عنوان نتیجه این انتخابات عکس نخواهد شد نوشت: در حال حاضر پرزیدنت ترامپ در حال تعقیب چالش‌های حقوقی در پنسیلوانیا، ویسکانسین، میشیگان، آریزونا و نوادا است. و در ایالت جورجیا هم با توجه به اینکه جوزف بایدن تنها 0.29% جلوتر است، یک بازشماری اتوماتیک خواهیم داشت. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنا، به درستی گفته است که ترامپ 100% حق دارد که بر سر نگرانی‌هایش حول تقلب و شفافیت
به دادگاه برود، اما بعید است که تلاش‌های رئیس جمهور بتواند حتی یک ایالت را از پیروزی‌های بایدن کم کند و محققاً اینها برای تغییر نتیجه نهایی کافی نخواهد بود. از سوی دیگر اقدامات ترامپ و تیم انتخاباتی او در اعتراض به تقلبات و نقض قانون در شمارش آرا ادامه دارد. ترامپ در توییتر خود نوشت از 200,000 رای به کمتر از 10,000 رای. اگر ما بتوانیم کل آرای ریخته شده را بررسی دقیق کنیم، به سادگی در آریزونا هم پیروز خواهیم شد. دونالد ترامپ در توییت دیگری نوشت چه چیزی باعث شده در کارولینای شمالی شمارش آرا اینقدر به درازا کشیده شود؟ آیا آنها به دنبال برگه های بیشتری هستند تا ترتیب این یکی را هم بدهند؟ اکنون در رابطه با بازشماری ما جورجیا را هم خواهیم برد. پنسیلوانیا و میشیگان اجازه نمی دهند ناظر و تماشاگران ما در انتخابات وارد اتاقهای شمارش آرا شوند. این غیر قانونی است. تلویزیون فاکس نیوز گزارش داد یک قاضی پنسیلوانیا روز پنجشنبه به نفع تیم کمپین ترامپ رای داد و به مقامات ایالتی دستور داد آرایی را که تا 9 نوامبر 19 آبان موفق به کشف هویت نشدند از شمارش حذف کند. این دادگاه همچنین نتیجه گرفته است که کیتی وکوار در موضع خود به عنوان معاون فرماندار ایالت چنین صلاحیتی نداشته که به مدیریت انتخابات دستوری مبنی بر تغییر زمانبندی اخذ رای از 9 نوامبر به زمان دیگری صادر کند. کیلی مکیننی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت ما معتقدیم در پروسه شمارش رأی‌های بدون امضا و تاریخ و آدرس که بنا به قانون الزامی است در برخی از مناطق دموکرات‌ها شمارش شده ولی در برخی از مناطق که جمهوری‌خواه بودند شمرده نشده بودند که این شامل ده‌ها هزار رأی می‌شود که به شکل نادرستی شمارش شدند و ما باید در مورد آن تحقیق کنیم. In the counting process that ballots without signatures, dates and addresses which are required by law were counted in some Democrat counties but not in some Republican counties. This would amount to potentially tens of thousands of ballots that were counted improperly and we must look into this. تلویزیون فاکس نیوز در مصاحبه با نیوت گینگریچ از وی پرسید دادگاه پنسیلوانیا میگوید دولت محلی اجازه صدور فرصت بیشتر به افرادی که به طور پستی رأی داده بودند برای ارائه برگه هویتشان را نداد. اگر چنین اجازه‌ای صادر نشده بود، آرای بیشتری به ترامپ می‌رسید. لذا ترامپ حدود 55,000 رأی در پنسیلوانیا از جو بایدن عقب‌تر است. نیوت گینگریچ گفت در ویسکانسین، میشیگان، نوادا، آریزونا، جورجیا و پنسیلوانیا تعداد قابل توجهی شکایت وجود دارد که بسیاری از آنها بر اساس شواهد ناظرین و شاهدین است که استشهاد رسمی دادند. علاوه بر این تعداد قابل توجهی افراد مرده پیدا شده که رأی آنها هم به صندوق ریخته شده است. برخی از این افراد مرده تا 120 سال سن دارند. لذا آنچه مشخص است ذره ذره ماسکی را که منجر به شرایط فعلی در انتخابات شده پس می‌زنیم. به نظر من فرقی نمی‌کند که طرفدار بایدن هستید یا ترامپ. باید در تمامی ایالت‌های مورد مناقشه یک بازشماری دستی انجام شود تا مطمئن شویم که آرای داده شده واقعی و حقیقی است. چه بایدن ببرد و چه ترامپ، ما باید در ایالت‌هایی که نام بردم بازشماری دستی آرا را داشته باشیم تا شفافیت انتخابات برای همه مردم روشن شود. I think in Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Georgia, and Pennsylvania, there are going to be a significant number of suits, many of them based on various and sundry witnesses who are now showing up, who are swearing out affidavits, and also on just pure research. I mean, the number of dead people who have been found to have voted is pretty remarkable, some of whom were like 120 years old. And so I think you see, inch by inch, significant tearing back of the mask that had allowed the election to be runaway. Now,
سناتور مارکو روبیو به فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ صدای برتر در سیاست جمهوری خواهان خواهد بود. خواه رئیس جمهور بشود یا خیر. 70 میلیون مردم به او رأی دادند. ترامپ هیچ کار غیرقانونی انجام نمی دهد و این حق قانونی اوست. هر کاندیدایی که شواهد دال بر تقلب داشته باشد، این حق قانونی اوست که به دادگاه برود و شواهد خود را ارائه کند. Country for the foreseeable future, and the message. واکنش باندهای حکومت آخوندی. در واکنش به مواضع روحانی و عناصر باند وی مبنی بر مذاکره با بایدن، آخوند احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان ارتجا روز 22 آبان 99 گفت مذاکره با دشمن جواب نداده و نمی‌دهد و نسخه باقی مانده برای ما نسخه مقاومت است که جوابگو خواهد بود. اگر کسی به رفتن ترامپ و آمدن بایدن دل خوش کند، ناشیگری کرده، چون ترامپ قاسم سلیمانی را کشت و بایدن هم به او خسته نباشید گفت. از سوی دیگر اعتماد آنلاین از باند روحانی نوشت دولت روحانی می تواند در همین مدت باقی مانده زمین سازی جدی برای گفتگو را فراهم و بستر احیای برجام را ایجاد کند. وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران یک حکومت دوسالار است و به توسعه برنامه موشکی خود ادامه می‌دهد تا وحشت را در سراسر جهان گسترش دهد. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو هیو هیویت درباره عادی سازی با رژیم آخوندی گفت زمان مناسب برای عادی سازی با رژیم ایران زمانی است که این رژیم به قوانین و رفتارهای بنیادین که از هر کشوری انتظار داریم پایبند باشد. امروز آنها به توسعه برنامه موشکی خود ادامه می‌دهند تا ظرفیت خود را برای ایجاد وحشت در سراسر جهان گسترش دهند. رژیم ایران یک حکومت مذهبی است، یک دوسالاری است. آنها ثروت و رفاه اساسی مردم ایران را نابود کردند. ما رژیم را تحریم کرده ایم و گسترش تروریسم را برای آنها دشوارتر کرده ایم. وزیر دولت انگلستان در امور خاورمیانه: نقض مداوم تعهدات برجام از سوی رژیم ایران عمیقا نگران کننده است. وزیر دولت انگلستان در امور خاورمیانه در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس این کشور تاکید کرد نقض مداوم تعهدات برجام از سوی رژیم ایران عمیقا نگران کننده است و به نتایج مثبت این توافق شدیداً لطمه وارد می آورد. جیمز کلیورلی رفتار منطقه‌ای رژیم آخوندی را بی ثبات کننده و نگران کننده خواند و افزود همکنون بیش از 200 فهرست مجازات‌های اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران از جمله علیه کلیت سپاه پاسداران وجود دارد. وزیر امور خاورمیانه در دولت انگلستان همچنین در قسمت دیگری از پاسخهایش به سوالات نمایندگان تاکید کرد که دولت لندن با انقضای تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران موافق نیست و نتایج آن را برای امنیت و ثبات منطقه خطرناک می‌داند. الیوت آبرامز: تحریم‌ها علیه نقض حقوق بشر و برنامه موشکی و دخالت رژیم ایران ادامه خواهد یافت. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا برای رژیم ایران، روز پنجشنبه گفت تحریم‌هایی که نقض حقوق بشر در ایران و برنامه موشکی و نفوذش در منطقه را هدف قرار می‌دهد، ادامه خواهند یافت. آبرامز که در جریان سفرش به امارات در ابوظبی در مصاحبه با آسوشیتد پرس سخن می‌گفت، تأکید کرد که کارزار وارد آوردن فشار از طریق تحریم‌ها در دولت بایدن هم امتداد خواهد یافت. حتی با وجود اینکه پرزیدنت منتخب اعلام کند، بالقوه به برجام باز می‌گردد. آبرامز با اشاره به مخفی‌کاری رژیم در پروژه اتمیش گفت رژیم ایران مدت‌ها اصرار می‌ورزید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز بوده است، اما آژانس اتمی اعلام کرده رژیم ایران فعالیت‌هایی مربوط به
ساخت چاشنی انفجاری اتمی داشته که در کادر یک برنامه ساختاری در سال 2003 میلادی بوده است. به ادامه خبرها از سیمای آزادی توجه فرمایید. سیلاب و گسترش آب گرفتگی در خیابان‌های اهواز و فقدان زیرساخت‌ها نگرانی از خطر غرق شدن شهر را افزایش داده است. عصر پنجشنبه بارش چند ساعت باران باعث جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی در برخی مناطق اهواز شد و قطع برق در برخی مناطق شهر را در پی داشت. بیشترین آب گرفتگی ها در مناطق ملاشیه، باهنر و پاداد شهر اهواز گزارش شده است. به گزارش رسانه های رژیم، اداره کل بحران استانداری خوزستان اعلام کرد در برخی مناطق سیلاب در خیابان ها جاری شده است. بارندگی در اهواز تا 24 ساعت آینده ادامه دارد. یک هموطن اهوازی گفت بر اثر شدت باران در اهواز فاضلاب شهر بالا زده و معابر شهر واقعا پر از فاضلاب است. در مناطق مرکزی شهر مثل باغ شیخ، کوی علوی، بلوار پاسداران، خیابان زاویه، کوی سیاهی، کوی مندلی و این دو دچار آب گرفتگی شده است. اما متاسفانه تا الان از نیروهای شهرداری و آتش نشانی واکنشی دیده نمی شود. این هموطن با نگرانی افزود اهواز واقعاً در خطر غرق شدن است. سرکردگان حکومت آخوندی در سالگرد قیام و در وحشت از وضعیت انفجاری جامعه بر طبل سرکوب و ارعاب می‌کوبند. به دنبال اظهارات سرجلاد رئیسی که امنیت خط قرمز نظام است، آخوند جعفر منتظری دادستان کل رژیم خطاب به دادستان‌های رژیم گفت در بحث تامین امنیت با کسانی که امنیت جامعه را هدف قرار دادند برخورد جدی را در دستور کار قرار دهید و در این خصوص تردید نداشته باشید. وی تاکید کرد که مسئله امنیت دستور کار جدی دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است و سیاست‌های مورد نظر به دادستان‌ها منتقل می‌شود. واشنگتن فری بیکن گزارش داد رژیم ایران پس از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نشان داد رژیم بیش از 12 برابر میزان مجاز در توافق هسته‌ای اورانیوم غنی شده انبار کرده، دسترسی بازرسان به سایت‌های اتمی را کاهش داده است. این اقدام چند روز پس از گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر اینکه رژیم ایران مقادیر زیادی اورانیوم غنی شده، ماده اصلی تولید و تکثیر تسلیحات هسته‌ای را انبار کرده است، صورت گرفت. واشنگتن فری بیکن افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسیده که دلایل رژیم ایران برای تولید این مقدار اورانیوم معتبر نیست و همین امر باعث افزایش این سوءظن می‌شود که این رژیم کار بر روی تسلیحات اتمی را از سر گرفته است. وزارت بهداشت آلبانی روز پنجشنبه اعلام کرد با انجام 2044 آزمایش کرونا در 24 ساعت گذشته 410 مبتلای جدید شناسایی شدند و طی همین مدت 8 نفر از بیماران کرونایی جان باختند. آمار کل مبتلایان در آلبانی 26211 نفر و جان باختگان 598 نفر است. بینندگان عزیز، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهداری شما.